شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز مطالبی را درباره قضای رمضان خدمت شما عرض می کنم، یعنی کسانی که در ماه مبارک رمضان موفق نشدند که روزه بگیرند یا بنابر عذرهای شرعی مجاز بودند که روزه نگیرند، منتها بعد از ماه مبارک رمضان باید اون روزه ها را و به تعداد روزه هایی که روزه نبودند باید دوباره روزه بگیرند، که از نظر فقهی و شرعی اینو تعبیر میکنیم به قضا آوردن روزه هایی که قبلا از اونها فوت شده. از نظر شرعی جمهور علما در این زمینه معتقد هستند که کسانی که روزهشون را یعنی شکستند بنابر دلایلی و روزهشون باطل شده، یا اینکه مجاز بودند که روزه را بخورند و در اون روزها روزه نگیرند، باید قضا بیاورند بعد از ماه مبارک رمضان، و فقط در مورد جماع و همبستری با همسر بود که حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه را در این زمینه خدمت شما شرح دادم که در چنین موردی هم قضا لازم می شود و هم کفاره، اما در موارد دیگر فقط همون قضا لازم می شود و کفاره در این زمینه وجود ندارد. اما در مورد قضا آوردن روزه هایی که از انسان فوت شده به هر دلیلی، یا اینکه عمدن روزه نگرفته، یا اینکه به خاطر بیماری یا به خاطر قاعدگی یا به خاطر سفر نتونسته که اون روزه ها را روزه بگیرد، حکم شرعی در این زمینه همون گونه که عرض کردم این است که هر وقت فرصت کرد بعد از ماه مبارک رمضان به تعداد اون روزه ها دوباره روزه بگیرد. نقطه اول در این زمینه این است که قضا آوردن این روزه ها بلا فاصله بعد از رمضان واجب نیست، که تعبیر شرعی که در این زمینه میگن یعنی این که قضا آوردن علی الفور لازم نیست، بلکه علی التراخی هست، یعنی این که به اختیار خود شخص هست، میتواند که بلا فاصله اینها رو قضا بیاورد، یا این که اگر خواست میتواند که فاصله بیاندازد، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، به هر اندازه‌ای که برایش میسر باشد و بتواند روزه بگیرد بعد از ماه مبارک رمضان، میتواند که این روزه را در واقع به تأخیر بیاندازد. روایتی هست، ایشان میگوید که احیانا بر عهده من قضای روزه هایی لازم میشد در ماه مبارک رمضان. اینو که همه میدونیم زن در زمانی که در حالت عادت ماهیانه هست مجاز به روزه گرفتن نیست و بعد از رمضان باید قضا بیاورند. میگوید روزه هایی بر عهده من میموند و من نمیتوانستم که قضای اونها را به جا بیاورم مگر تا شعبان سال دیگر، یعنی از امسال رمضان روزه هایی مونده بود، میگه که من نمیتونستم که این روزه ها را قضاییشون رو بیاورم، به جای این روزه ها دوباره روزه بگیرم مگر تا شعبان سال آینده که دوباره می اومد. یعنی در روایت میفرماند که به خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم من نمیتونستم روزه بگیرم، اما چون که در ماه شعبان بیشتر ایامش رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه بودم، من هم قضایی روزه های فوت شدم را در این ماه مبارک میتونستم که بگیرم. پس بنابراین این حکمی هست، از این مطلب یک حکمی برای ما ثابت می شود که قضا آوردن روزه ها علی الفور لازم نیست، علی التراخی هست، یعنی اگر کسی با تأخیر، یعنی با تأخیر چند ماهه بعد از ماه مبارک رمضان قضای روزه هایش را به جا آورد و به جای روزه هایی که روزه نبوده روزه گرفت، از نظر شرعی چون این فردی گناهکار نیست و این امر کاملا جایز هست و مباح. منتها
از نظر اولویت اگر انسان نگاه بکند، اولاتر و بهتر این است که انسان هر چی زودتر اون چیزی را که بر عهدهش لازم است و اون روزهایی را که در واقع نتونست روزه بگیرد، بهتر و اولاتر این است که اینها را در اولین فرصت به جا بیاورد و این قضایی را در واقع ادا بکند. اولای که یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، این یک توجیهی هست و یک رهنمودی هست از جانب الله متعال که ما را به این طرف رهنمود می‌فرماید که در کار خیر و در اعمال نیک از همدیگر در واقع سبقت بگیریم. مطلبی دیگر این که اگر یک فردی فرض بکنیم که روزه ای رو از این ماه مبارک رمضان بر عهده‌اش مانده بود و نتوانست که این روزه ها را در واقع قضا بیاورد تا رمضان بعد، حتی در شعبانی که قبل از رمضان آینده هست، هم این فرد نتونست که روزه های سال گذشتهش را، رمضان گذشتهش را در واقع قضایی بیاورد، آیا بر این فرد لازم هست که همراه با روزه گرفتن اون روزه ها بعد از این رمضان کفاره ای هم بدهد؟ دیدگاه اکثر علما در این زمینه این است، ولو اینکه تأخیر شده، یک سال گذشته، رمضان دیگر اومده و این رمضان هم سپری شده، باز هم نتونسته که روزه های سال گذشتهش را، رمضان گذشتهش را ادا بکند، باز هم از دیدگاه اکثر فقها برای این فرد و بر این شخص کفاره لازم نیست. فقط همین مقدار که بتوانند بعد از این رمضان روزه های سال گذشتهش را دوباره قضاییش را بیاورند و دوباره روزه بگیرند، همین هست و بس و کفاره بر ایشون دیگه لازم نیست. و این دیدگاه علامه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و ابن حزم هست و این قول راجح هست و فقهای دیگری هم مانند امام شافعی و مالک رحمت الله علیهم این فتوا را هم دادند که اگر کسی روزه هایش را از این ماه مبارک رمضان مان تا سال دیگر، یعنی تا رمضان دیگر هنوز قضاش را نیاورده بود، اگر خواست بعد از رمضان دوم قضا بیاورد، هم قضا دارد و هم در مقابل هر روزی در واقع برای یک نفری هم در واقع یک کفاری را هم بدهد به مقدار 1.5 کیلو از قضایی که به اصطلاح در اون شهر استفاده می شود. و مطلب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در باب قضای روزه، روزه هایی که فوت شده، چه به خاطر بیماری بوده یا سفر بوده یا عادت زنانه بوده، به هر صورت در این روزه ها برای قضا آوردنش تتابع شرط نیست، یعنی لازم نیست که حتما فرد این روزه هایی را که فوت شده پشت سر هم اینها رو روزه بگیرد. اختیار دارد، میتونه اینها رو مثلا در روز دوشنبه، پنجشنبه روزه بگیرد یا این روزه ها رو تقسیم بکند بر روزه های هفته یا بر ماه ها که این روزه ها را با فاصله روزه بگیرد. هر دو صورت جایز است، هم می تواند به صورت پی در پی و متتابعا این روزه ها را روزه بگیرد و هم می تواند که اینها را با فاصله در واقع انجام بدهد و این قضایی را بیاورد، زیرا که الله متعال می فرماید فعدت من ایام اخر. مطلقا الله متعال فرموده کسی که در سفر هست، کسی که بیمار هست، نمیتونه روزه بگیره، روزه های دیگر روزه بگیرد. هیچ قیدی برای پی در پی بودن این روزه ها در قرآن کریم ثابت نشده نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه مطلبی رو بیان نکردند. یعنی این که این مورد به اختیار خود فرد هست، اگر پی در پی توانست روزه بگیرد هیچ اشکالی ندارد، جایز هست، و اگر به تأخیر انداخت و با فاصله روزه گرفت، باز هم هیچ گونه گناه و معصیتی رو مرتکب نشده. از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و حضرت انس رضی الله تعالی عنه در این زمینه مطالبی نقل شده که ایشان فرمودند که فرد مجاز هست، میتونه هم پی در پی روزه بگیرد و هم میتواند که با فاصله و با تأخیر این روزه ها را روزه بگیرد. ابن عباس رو میفرماید که لا بأس ان یفرق، اشکالی ندارد که روزه های قضایی رو انسان متفرق بکند، یعنی که با فاصله این روزه ها را به جا بیاورد و این قضایی را در واقع ادا بکند. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.